دارم به برادرم مهندس امیر شجره دبیرکل این پایگاه ساختن اندیشه و ساختن انسان گلوبال. و آقای شرف عزیز درود دارم به آقای دکتر رزمارای نازنین دایی جان. آقای دکتر رزمارا، آقای شرف شایی دایی جان ما هستم، چون ما با هم نسبت داریم، یعنی بچه خواهر ایشون مهندس داماد ماست و شوهر خواهر خانم بنده است و در لس آنجلس هم هستن. به همین خاطر ما به دکتر رزماره عزیز هم میگیم دایی جان. درود دارم به دایی جان و خانم میره عزیز که داره ما رو میشنوه میبینه. درود دارم و در خدمتتون هستم. آقای شرف شایی، بله، شما میخوام این مطالب لب و لبابی که دارید چی هست، در چه زمینه امروز چه مطالبی هست که در این برنامه مطرح کنید؟ من عادتا چون پیش نوشتی کار ندارم، نسبت به فرمایشات شما که میفرمایید عرض مطلب میکنم. شما آخر حرفتون رو با اعدام ها در ایران شروع کردید، اگر پروانه بدید من میخوام آخرین اعدامی رو که اینا در دست دارن که اعلام کردن، ولی من امیدوارم عملی نشه، در مورد صحبت کنم و اونم آقای دکتر احمد رضا جلالی است، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی ما که گروگان گرفته شده تا با دو تا از مامورای جمهوری اسلامی که در بلژیک بازداشت شدن و در سوئد محاکمه میشد تعویض بشن. آقای این اسدالله اسدی که چند سال پیش با چند نفر دیگه به جرم بمب‌گذاری در اجلاس ماه جوان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر شدن یه نفر است و آقای حمید نوری نفر دوم که اینها میخوان مبادله کنن، ولی امروز اعلام کردن که ایشون رو میخوان اعدام کنن و دیروز و پریروز چند روز مرتب دارن اینو میگن. اگه برای اینکه من بتونم به ملت ایران و خصوصا به سپاه پاسداران و خصوصا به نیروهای مسلح و همه ثابت کنم آقای شرفیایی میشم که این نظام سر تا سرش استعماری ضد ایرانی و هیچ ایرانیت درش نیست، یک دقیقه به صحبتهای یک سپاهی که همین امروز انجام داده، این سپاهی آدم عادی هم نیست، ایشون رئیس اداره کل عملیات زمینی سپاه پاسداران، سردار مرتضی، سید مرتضی حالا چطوره؟ سید مرتضی میریم یه دقیقه است گوش کنین بعد میام روش صحبت میکنیم. بله، ما جنگ با جوان ها و با هم 17 سال و 14 15 سال ها و با اینا اداره کردیم، با اینا رسوندیم به اینجا، والا اینا میتونن، ما اینا میتونن به والله، اینا قابل اتای خود، چرا باید اینا حتی کاری کنیم که از کشور بخوام برن؟ این نشون میده اون مدیریت مشکل داره. اگر مدیریت انقلاب جهادی بود که اینجور نمیشد. شما تو جنگ کدوم یکی از فرماندهان ما خانوادهشون پیش صدام زندگی میکرد که امروز نزدیک حالا میگن 4000 تا فرزندان بعضی از مسئولین تو آمریکا و اروپا و کانادا دارن زندگی میکنن. خود این مسئله خوششون هم میدین و جالب اینجاست که واقعا باید اینا رصد بشن، آینده یک کدوم اینا نباید مسئول توی کشور بشن. کسانی که دارن از بچگی تربیت میشن اونجا، حالا نهایتا کارهای کارشناسی هیچ حرفی نیست، کارهای مدیریتی که بعدا کشور رو در دامن دشمن بندازن این واقعا خطرناکه. من میخوام درود بفرستم به مردم رشید و دلیر ایران، مردمی که واقعا زرتشت رو آقای شرفشایی در خواب دیدم گفت اینها شیران شهرهای سرزمین آریایی هست و بعد گفت در پی اون گفت که اکثریت خاموش، کسانی که محمد رضا شاه از اونا نام بود، گفت اکثریت خاموش باید میمد از من حمایت میکرد، نکرد. ای اکثریت خاموش و ای کسانی که مسلح هستید، نیروهای مسلح ایران، ای کسانی که رفتید ما را از شر صدام حسین نجات دادید، این من نیستم، شرف شاهی نیست، اپوزیسیون نیست، سردار خودتونه. میگه 4000 نفر با خانواده هاشون در امریکا دارن برای امریکا کار و جاسوسی میکنن.
وقت شما یه نفر آدمی رو بنام دکتر احمد رضا جلالی رو گرفتید، کسی که اومده اونجا در یک همایشی که دعوتش کردید شرکت بکنه و بحث علمی بکنه، بازداشتش کردید به جرم جاسوس موساد بودن. این که دیگه خود اسد مرتضی میریانه دیگه، پست بالا نظامی داره میگه آقا 4000 نفر بیشتر بچه های نظام اونجا. آی شرفی، هر نفری که اونجا هست 2-3 تا 4 تا زنش بچهش اینا هستن. من میدونم اینو و شما میدونید و بخشی از ملت ایران اکثرا نمیدونن. هر کس که در آمریکا وارد میشه اگر بخواد کارت گرین کارت بگیره، که اینا اکثرا ملیت دارن، اینا اکثرا ندارن، بایستی تعهد و ملیت اگه بخواد بده سوگندنامه است، سوگندنامه رو میخونن، امضا میکنن، متعهد میشن که به منافع سرزمین امریکا متعهد باشن و حاضر باشن در هر جایی از زمین برای امریکا برن جانفشانی کنن. شما هفته دیگه همین یه پرینت بگیرید بید اینجا بخونید سوگندنامه. خب همه این جاسوسان که بچه های سران نظام هستن در امریکا که در زمان آقای اوباما اومدن با سرمایه گذاری با پولم اومدن، اینا جاسوسان دیگه. خودی هم داره میگه، میگه اینا میان بعدن پست شغل میگیرن تو ایران. شما جاسوس خودتون میفرستید اونجا آموزش میدید، پرورش میدید بر علیه ایران و ملت ایران و سرزمین آریایی، بعد خودتون میان یه آدم بیچاری بدبخت که نه، یه سربلند آریایی، یه پزشک، یک پژوهشگر دعوت میکنید آقا اینجا سخنرانی بکن، بعد میگیرینش. خانم ویدا مهرنیا همسر ایشون آقای شرفی اعلام کرده بود، گفت که من اگر ببینید حرفای شما رو، یعنی تایید حرف شما، ما مسخره بازی را انداختیم که آقا تو بیا ما رو نجات بده، اون بیاد ما رو نجات. اینا شاه رو سرنگون کردن، عظمت و شوکت ما رو گرفتن، نابودمون هم دارن میکنن. تا الان های دخیل راستی بودم، ملت ایران باید بلند شه. ملت ایران که بلند شد خودش رو تحمیل میکنه. ویدای عزیزم گفته امروز که خدایی نکرده اگه شوهر منی که گفتن میخوان اعدام بکنن، من تمام غرب رو محکوم میکنم و چه میکنم و مسئول میدونم، چون اینه هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. آقای شرفشاهی عزیزم، هیچ کس، ما میدونید که آقای شرفشاهی از ایران، ملت ایران چون نمیدونه، خیلی هاشون نمیدونه، اونم که میدونه ما زود باوریم. یهود در جهان سربلند، این هر روز شما بگید، هر روز همه جا بگید یهود در جهان سربلنده، چون یک نظم داره، دو دشمن خودش رو نه میبخشه و نه فراموش. ما فراموشکاریم، ما یادمون رفته که وزیر خارجه خمینی خامنه ای علی اکبر ولایتی ملیت امریکایی داشت، با ملیت امریکایی وزارت خارجه دست شد. خیلی از سردمداران نظام جمهوری اسلامی ملیت های امریکایی دارن، شما اینا رو کاری ندارین، بعد جلالی رو میگیرید. هنوز هم مصابر خامنه ایه، همین ظریف و قبلش هم، و اینا همشون کارت امریکا تو جیبشونه، اینا همه جاسوس تو مملکت ما. بچه های بیگناه رو میگیرید در خدمتون. بله، الان مشاور خود خامنه ای الان همین ولایتی هنوز هست اونجا نشسته، وزیر کابینه کابینه قبل بود و الان هم مشاور نشسته اونجا، چون زبون انگلیسیش خوب میدونه و اینا، برای اون کار فعالیت ها و مسائل سیاسیش این تعیین تکلیف میکنه، بهش میگه این کار بکن کار کن. بله، این مسائلی که شما میگین واقعا، خب این به این روکی داره میگه 4000 نفر در امریکا دارن در حال زندگی میکنن، فعالیت میکنن، کار میکنن، بعد این میگه مرگ بر امریکا. خب این میدونی خودش میگه. بله بله، نه خب این اسد علی چون رفته دانشگاه لوانبا و اونجا جاسوسی رو یاد گرفته و این به روسای تعهدی داره، اینی که الان مرتب به پوتین هر امتیاز میخواد، تمام این گیرونی ها، این مشکلاتی که ناگهان به وجود اومد در تهران به خاطر این بود که این جنگ اوکراین که بود، روسا دچار مضیقه غذایی شدن، تمام این دارایی های مواد غذایی ایران رو فرستاد با کامیون های متعدد اونجا. خب این کمبود ایجاد میشه و دردسر ایجاد میشه، ولی خب زرنگی هاشون این بود که بلافاصله تهران رو پوشش دادن که مردم تهران ناراحت نموشن، حالا شهرهای دیگر رو میزنن دیگه. ولی در حال حاضر شما مطلع هستی که آبادان نارامه، آبادان الان یه شهری پردردسر شده برای رژیم و
در یه مسیر خیلی بزرگی نیروها دارن میرن آبادان که اونجا رو محاصره کنن، مبادا اتفاق بیفته. شهردار رو زدن، کتک زدن، فرار کرد و این مردی که این روزگار برای مردم اونجا ایجاد کرد، این همه آدم ها رو اونجا کشته. خب این بعد این مسائلیه که مردم آبادان نمیتونن فراموش کنن. این دومین حرکتیه که در آبادان انجام شد، اون سینما رک. این هم اینجا بعد هم میگن یارو کشته شده، میرن قایمش میکنن، میگن کشته شده، یه جایی رفته قایم شده. بله بله چرچه. البته میدونید به خاطر اینکه کانونهای شورشی در ایران روز به روز رو به افزایش هست و در سرتاسر کشور هر روز این شورش های مردمی داره میره تا نظام رو نابودش بکنه، رژیم همیشه یه ساختمون میندازه زمین که ما دیگه رو مسئله دیگه حرف نزنیم. مسئله مهمی دیگه که الان میشم میخوام به شما بگم اون اینه که اینا اومدن به تقلید از هیتلر و به تقلید از لنین و استالین که اینا سرودهایی دارن، حتی کاسترو هم داشت، فیدل کاسترو داشت و قذافی هم داشت و اینها که سلام فرمانده که فرمانده هم لقبی بود که به احمد شاه مسعود دادن. و این یارو بچه بازه، پسره معلوم شد که بچه بازه، همجنس به بچه های کوچولو رو مثل اون سعیده میکنه. مردم آقای شرفشاهی ببینید چقدر خوش‌ذوق و خوش اندیش هستن، اومدن همین سلام فرمانده رو، البته ما میگیم درود فرمانده، شعرش رو گذاشتن رو تصاویر شهبانو، رو تصاویر محمد رضا شاه و میگن ما نمیگیم سلام، میگیم درود فرمانده شهبانوی عزیز، درود فرمانده آریامه. اینجوری اینا رو کله میکنن آقای شرفشاهی. و با این کانون های شورشی که در تمام شهرها ایران شکل گرفته و به قول زرتشت به زودی اون اکثریت خاموش به اینها میپیونده، دخلشون اومده و خودشون هم خودشون میندازن تو چا. اخیران های شرفی چند بار تو برنامه شما من عرض کردم، میگن ایران تحریم فلان اینا، مثلا در تکمیل این عرض بنده میگن ایران تحریم و آمریکا به ما نمیده، این نمیده. آی شرفی خودشون اعلام کردن دیگه، امروز در سال 5 میلیارد دلار کاسبی یه ایران با امریکاست فقط به خاطر تلفن آیفون، آیفون بیلگیت تازه رفته کنه مال استیو جابز بود، تفلی مرد آدم خوب بود. 5 میلیارد دلار در سال آقای شرفی، چه تحریمی؟ بعد حالا میگن ما تحریم کردیم فروششو. چرا؟ چون میخوان اینایی که تو گمرک دارن وارد میکنن دیگه به جای نمیدونم 500-600 هزار دلار 2000 دلار بفروشن. یعنی همه رقم دارن دخل این ملت نازنین و سربلند رو میارن. من از ملت شریف ایران و سپاهیان نیروهای مسلح تقاضا میکنم، من یک حرفی های شرفی چون من خامنه‌ای رو میشناسم، من علی خامنه‌ای رو خوب میشناسم، خانوادهش رو میشناسم، بچه هاش رو میشناسم. علی خامنه‌ای شخصا مردم برای حزب اللهی ها میگم، چون خیلی ها میگن ما ملاحظه کاری نمی کنن، این پاسدار ماستاری که میتونن یه کاری بکنن، میگن خامنه‌ای رئیس ما بوده، اون به ما اینا رو داد. بابا خامنه‌ای مرده، یارو بدنشه، کلونیش ساخته روسیه و با کامپیوتر کار میکنه. برای همینی که خودشون، من و شما نه، مردم نه، خودشون هر فوش اول آخر که میدن از روحانی گرفته تا بقیه همه، کسی کاریش چون وجود نداره. مثل هبت الله آخونزاده رهبر طالبان که اصلا وجود خارجی نداره. اینا مردم بدونید این مدبک وجود نداره دیگه. اونایی که در چیز منظور اخلاقی بودن نسبت به خامنه‌ای، چون فرمانده سپاه بود به نام، بچه‌ها نیست، داره روز بدتر میشه، بدبخت‌تر میشین، بیچاره‌تر میشین. به یزدان سوگند اگر اکثریت خاموش شما نیاید توی خیابون‌ها، زندگی خود شما بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، همینطور که میبینید، همین که یارو سرداره گفت، این سرداره تا اینجا شما دیگه میگه، وگرنه نمیگه. بعدتون خراب میشه. بسیار ممنون. در این برنامه در حال مطالب جالبی که داشتین بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز، ما بوسه عمر، روز شبتون خوش. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر ازمارا، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.